درود بیکران بر شما دوستان عزیزان و سروران بسیار سپاس در سالی که گذشت این صد حمایت مالی این صد حمایت مینوی برای ما انجام مینوی همون معنوی در اسلام مینویش زرتشتی آریایی است انجام دهید برنامه ما رو چقدر پخش کنید من میدونم خیلی از شما که برنامه منو پخش میکنید مورد حجمه قرار میگیرید از توی دوستان و رفقا و اینا در حال انسان ها هدف دارن و افرادی که حرف مف میزنن زر زیادی میزنن هم زیادن در حال اگه اعتقاد دارید که این برنامه مفیده خب پخش بکنید دیگه ببینید من چه فوشایی میخورم دیگه حالا شما پخش میکنید دشمن و افراد و دوستانتون حالا میتونه صرفا دشمن هم باشه هم یه چیزی میگه واقعا انسان با هدف بر زندگی کنه برنامه ما با هدف در دفاع از میهن داره انجام میشه و اگه هدفی دارید حداقل در پخش کردن این کارا کمک کنید و این کار انجام شده و در سطح گستردن پخش کردید واقعا سپاسگزارتونم و کاری کردید که ما امروز یک تریبونه داریم تبدیل میشیم به یک تریبون اصلی در بحث اتفاقات های هول ایران و مسائل رو بررسی میکنیم اما حمله موشکی ایران به یک ویلا در اربیل عراق خیلی سر شد که آقا رفتن یه ویلایی رو زدن برم یه سری از رسان شدن این ویلا مال یکی از تاجرهای کرد اونجاست و اینا این ویلا کاملا مقر در حقیقت جاسوسی اسرائیل و در همین تصاویرم هم خیلی مشخصه نکات زیادی داره این ویلا که میخوام براتون بگم اولا که حجم بوتونی که در این ویلا ساخته شده غیر طبیعه بوتونی که برای ساخت تقریبا میتونم بتونم این بوتونایی که به این شکل درست شده و اینقدر فشرده ها برای مقابله با انفجار موشک بوده حتی و حتی سیلوهایی که برای اینها درست کرده بودن حتی تعریف کرده بودن یه جورایی مثلا این سیلوها رو برای مثلا در این بوتون برای حملات حتی اتمی به کار میگیرن نه برای یک ویلای تفریحی ولی این ویلای تفریحی در این سطح میاد انجام میشه خیلی حرفه بعد این بتون ریزی حتی وقتی که این انفجارها انجام شده مشخص شده زیر چمنها هم حتی اینا بتون ریختن چون بخش قابل توجه از کار جاسوسی که اینا میکنن زیر زمین بوده و اینا زیر چمنها و زیر زمینشون هم حتی بتون ریختن که بتونه مقاومتر بشه و سازه هایی رو طراحی کردن در این ویلا که اینها در حقیقت برای انفجارهای بزرگ همچون موشک های بالستیک بتونه مقاوم باشه که البته خدایش هم باید بگیم که اینطوری بوده سازه ها به این شکل وقتی یه انفجار خیلی گسترده اونجا انجام میشه این فشار بر سازه ها به شدت افزایش پیدا میکنه ولی سریع سرد میشه و به صفر میرسه و سازه میتونه بمونه و همونطور که شما دارید میبینید با اینکه سه تا موشک خورده سازهها دوباره برگشتن ولی یه نکته خیلی مهمی که اینجا در این ویلا داریم ما میبینیم حالا عکسای دیگه ای هم هست بهتون نشون میدم یه نکته بسیار جالبی که برای من در این ویلا مشخص بود موشک ها تونسته بودن با موفقیت به سازه ها نفوذ بکنن برای همین و تونسته بودن اون تو هم منهدم بشن و درون ویلا رو نابود کنن درسته این بیرون ویلا حفظ شده ولی درونش واقعا متلاشی شده به خاطر که ایران از سر جنگی سنگرشکن استفاده کرده با سرهای سنگین هم سنگین بودن و هم سنگرشکن بودن و اشراف اطلاعاتی که ایران از این ویلا داشته و حتی نوع ساخت این ویلا داشته چون تو حمله قبلی اگه یادتون باشه ببینید ما تا الان دوباره مغرهای موسا در اسرائیل هم در اربیل عراق حمله کردیم یه بار من برنامه‌اشو ساختم گفتم کلا سبزا رفتن بار دوم حمله پهپادی کردیم اما این بار چون ایران از ماهیت این ویلا آگاه بوده از پهپاد سویچ میکنه به چی موشک یعنی ما دیگه چون پهپاد نمیتونست که اینها رو از بین ببره موشک های بالستیک اونم نه هر سر جنگی سر جنگی سنگر شکن و دقیق ایران میدونسته داره چی کار میکنه نکته خیلی جالبه که تو همین عکس هم مشخصه این دکل حالا تو عکسای بعدی عکس بهتری ما داریم شما در اینجا میبینید سه تا دکل اینجا س... اه, که این دکل ها دکل های ماهواره جاسوسی است آیا یک ویلای تفریحی نیازمند به دکل های ماهواره جاسوسی است این خیلی نکته مهمی بود که باید در نظر بگیریم یعنی این باز اشراف اطلاعات ایران رو این قضیه است اما مسئله مهمتری که به نظر من بعد جوری دست کسانی رو که در رسانه های به خصوص فارسی زبان من نمیرم اینا چرا اینقدر حرف مفت زنن خواستن مال کشی کنن که ایران رفته یک ویلای چی چی زده خاک بر سر ده باشی جوری اومد رو زنن گفت آره ایران زد چند نفر مردن احمق بعد مثلا خیلی سرش ادعا میکنه کار مثلا خبرنگاری حرفایی انجام داده واقعا متاسفم برات حداقل تو این ویلا نه نفر کشته شدن حداقل نه نفر کشته شدن ولی من فکر میکنم تعداد بیشتره از این 9 نفر نه نفر اسرائیلی کشته شدن 6 نفر مال افسران میت ترکیه بودن من فکر میکنم نزدیک 15 نفر در این ویلا کشته شدن ولی نکته مهمتر از همه اینا نیست حالا این در کلایی است که اونجا داشتن کاری نداریم نکته اینم جاهایی است که ستموشکی که ایران بهش برخورد کرده به اونجا و تونستن سوراخ کنن وارد سازه بشن و این چه پوستر زیباییه که هموطنان درست کردن که یک ویلای جاسوسی شب داره موشکا میاد رو سرش ولی نکته بسیار مهم این تصویره به نظر من که خیلی ها نمیگن کردستان 24 رسانه ضد ایرانی کردستان 24 که پیاده 11 دقیقه و با ماشین دو دقیقه و البته به صورت چون این بساتش بیابونه یعنی اگر رو با پشت بومه این دفتر یا استدیو کردستان 24 وای میستادن میتونن این ویلا رو ببینن تقریبا 200 متر فاصله داره 10 دقیقه پیاده روی وقتی که زدیم توی نقشه و دو دقیقه با ماشین سال جدی اینه در شبی که این حمله رو ایران انجام داده و حمله واقعا بی سابقه است و بحث پیش میاد که آقا حمله به کنسولگری آمریکا اینا هستش که البته نزدیک کنسولگری آمریکا بوده ولی حالا نزدیک 200 متری یک تلویزیون 24 ساعته ضد ایرانی است که کلی کارمند داره که موج انفجار انفجار اینجا بوده موج انفجار میاد تا اینجا ببینید چه واقعا این الان تو نقشه میمونه کرکو پرش میریزه اینجا سا. واقعا کرک و پر ایران میریزه شما نگاه کنید تو این نقشه انفجار کجا بوده این نقطه بوده و این همه وسط بیابون دیگه این خیلی فاصله است چنان موج انفجار به این تلویزیون کردستان 24 میخوره که تمام سقفای اینا میریزه سقفای کاذبی که درست کرده بودن اینا میریزه تمام شیشه ها میریزه بعد کردستان 24 تو شبی که همه دنبال خبر هستن و چی بهتر به عنوان یه خبرنگار دارم بهتون میگم که دنبال سوژه میگردم ببین شما برای یک برنامه ساز یا یک تلویزیون یا یک خبرنگار سوژه خیلی مهمه سوژه ناب دیگه نابتر از این سوژه آقا خدا برات ساخته بغل تو موشک بارون ایرانه ابله چهار تا خبرنگار بفرست اونجا فیلم برداری کنن ابله گفتم درسته نه 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 خبرنگاران کردستان 24 ابله نیستن تفلکی ها خواستن این کارو بکنن سیستم امنیتی اقلیم کردی عراق زیر نظر آقای محصول بارزانی سریع جلوشونو گرفت قلم پاتونو میشکنیم دوربین بیارید هیچ نداره بره خب سوال اینجاست تا 48 ساعت هیچ فیلمی اجازه نمیدن در بیاد بعد 48 ساعت به کردستان 24 که حتی میاد و موج انفجار رو در کانال خودش نشون میده موج انفجاری که انقدر فاصله داره با کردستان 24 این همه فاصله داره باعث میشه کل ساختمون این کردستان 24 تحت تاثیر موج انفجار قرار بگیره و میاد همون شب فیلم ها رو نشون میده تا 48 سر اجازه بهش نمیدن بره 200 متری خودش گزارش بگیره 200 متری خودش اجازه نمیدن گزارش بگیره بعد 48 صد که اجازه میدن فقط از نمای بیرون همه رو بیرون از ویلا نگه میدارن قشنگ اونجا از این بندای عبور ممنوع میذارن میگن بیرون اینجا عکس و فیلم بگیرید هیچ رو اجازه تا 48 صد چرا اجازه نمیدن کسی وارد بشه من بهتون میگم اسناد جمایی کنن اسنادی اگر مونده جمایی کنن خیلی نکته مهمیه این خودش به تنهایی قربتون برم هم رسوا میکنه کردستان 24 را هم رسوا میکنه تمام اونایی که میگفتن که آقا اگه واقعا خبرنگارید اگه واقعا ذهن پرسش کردید میشه یک همچین سوژه ای بغل یک تلویزیون 24 ساعته ای که واقعا جزء قوی ترین رسانه های اقلیم کردی عراق کردستان 24 اتفاق بیفته و کل ساختمون این تلویزیون تحت تاثیر موج انفجار قرار بگیره ولی کار ولی خبرنگارا بلند نشن اینجا بابا پیاده هم میرفتی ده دقیقه بوده در دقیقه 11 دقیقه با چون قدم بلنده گام من همیشه میزنه 11 دقیقه راه میافتم 7 دقیقه میشه یه 3 4 دقیقه زودتر میرسم یعنی اگه قد بلنداتون راه افتاده بودم میخواستم برای اینجا هفت دقیقه بیشتر طول نمیکشید ولی چرا نرفتن این خیلی نکته مهمیه پس این به تنهایی نشون میده که آقا جان این ویلا 100 درصد مقر جاسوسی بوده و رسوایی بزرگی برای تلویزیون کردستان 24 و رسوایی بزرگی برای اونایی که میخوان مالکشی کنن نبودن ایران میدونه چیکار میکنه اینو ما همواره گفتیم و این سنت ها سنت های زیادی وجود داره که نشون میده اولا یک ویلای تفریحی چنین بوتون ریزی براش انجام نمیدن که مقاوم باشه در برابر انفجار موشک خیلی حرفه آدم شما خونه بسازی تو مناطق زلزله زده میگی خب آقا آره میخوام الان مثلا چیز کنم این خونه مثلا مقاوم باشه در برابر زلزله ولی چند نفر ما هستیم میخوای خونه تو آقا مقاوم باشه در برابر موشک بالستیک خیلی حرف دیگه پس این همین نشون میده بعدم در های جاسوسی ماهواره ای نشون میده بعدم که این انفجار و این خوه ویلا نزدیک اولا نزدیک کردستان 24 تو این مدت برای خبرنگاران کردستان 24 که هر روز میخواید برید تو محل کارتون از جلوی این ویلا بعد خیلیاتون رد بشید براتون سوال نشه یه همچین ویلایی اینجا چیکار میکنه چون خیلی غیر طبیعیه ویلای ویلای غیر طبیعیه ببینید ویلای تفریحی هم باز تعریف داره این ویلا با این بزرگی و با این عظمت و اینا به این یه خود غیر طبیعیه قربونتونم نگو چقدر بزرگه یه ویلای ببخشید یه نفر دو نفر سه نفر ده نفر هم حتی نمیتونه باشه قشنگ ببین جون میده واسه اینکه بگیم آقا این یه جای جاسوسیه آخه شما ویلای تفریحی هم ما تو همین جزیره قناری خیلی یا ویلای تفریحی دارم هیچکی کی ویلاش دیگه انقدر نیست نهایتا ویلای تفریحی هزار متر نه آقا یه هزار متر دیگه دو هزار متر آخه یه ویلای چند هزار متر این ویلا حداقل چهار پنج هزار متره این خیلی حرفه و محوته این ویلا اینا 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 چیزای شوخی نیست و مشخصا این یه مقر جاسوسی بوده ضربه اطلاعاتی سنگینی خوردن اسرائیلیا و این کردستان 24 وقتی که نمیره از اینجا گزارش بگیره برای 48 ساعت هم میره از نمای بیرونی گزارش میگیره دیگه ام دیگه خیلی در حقیقت بر خیلی یا روشن میشه دقیقا اتفاق چی بوده دمشون گم واقعا کوردهای میهن پرست عراق که عاشق ایران هستن گزارش این قضیه رو به ایران حتما دادن و چقدر موشک های ایران واقعا دقیقه این نقطه بینی و دقیقا نقطه زنی موشک های ایران دیگه مسئله است که روشنه به نظر من این برنامه کامله هر کی گفت اینجا مقر موساد نیست بگو خفه شد چرا کردستان 24 کردستان 24 تا 48 ساعت نرفته اونجا گزارش تهیه کنه آخرم که رفته از نمای بیرونی گذشته کرده دلیلش مشخصه اسناد خارج کنن جنازه ها رو خارج کنن هیچ کسی رو اجازه ندادن مطمئنا خبرنگاران کردستان 24 آدمای ابلهی نیستن نرن خواستن برن نیروهای امنیتی آقای مسعود بارزانی جلوی اینا رو گرفتن شب و رو روزگار خوش همتون به خدای بزرگ میسپارم پاینده ایران و بدرود